قدمی بزرگ در درمان سرطان. شرکت آسترازنکا روشی را ابدا کرده تا از بازگشت سرطان در افراد مبتلا جلوگیری کند. توسعه واکسن سرطان بر پایه فناوری mRNA، فناوری که شرکت‌های فایزر و مادرنا برای تولید واکسن‌های کووید 19 از آن استفاده کردند. در ساخت این نوع واکسن‌ها، پژوهشگران بخشی از DNA ویروس به نام RNA را گرفته و مشابه آن را به نام RNA پیام‌رسان یا mRNA تولید می‌کنند. این رونوشتی از RNA ویروس است که وارد سلول‌های بدن می‌شود و آموزش‌های لازم برای مواجهه با ویروس‌ها و عوامل مهاجم را به سلول‌های بدن می‌دهد. پژوهشگران معتقدند همه‌گیری کرونا راه را برای ساخت واکسن‌های جدید برای مقابله با بیماری‌های مانند سرطان هموار کرده، زیرا در طول همه‌گیری اطلاعات بسیار زیادی از عملکرد واکسن‌های تولید شده بر پایه این فناوری به دست پژوهشگران رسیده. به گفته مسئولین این طرح، نتایج آزمایشات انجام شده بر روی بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن و تختان خبر از موفقیت این واکسن می‌دهد. شرکت آسترازنکا امیدوار است بتواند با این روش خطر ابتلای مجدد افراد مبتلا شده به سرطان را تا حدود زیادی کاهش دهد. پیام دریابی، لندن.